ببینید من بذار بیام برگردم یه ذره به مسائل اقتصادی خون در گذشته. ببینید اگر شما بررسی کنید مشکلات اقتصادی امروز ایران رو، این چیزایی مثل مثلا همین تورم، هم مثالی که رو گوشت و اینا تورمه، مسئله بیکاری، اینا رو برگردید ببینید از زمانی که استعمار غرب مدرن سراغ ما اومد، از اوایل دوره قاجاریه و به خصوص از زمانی که پروژه شپ مدرنیزاسیون در ایران استارت خورد توسط رژیم پهلوی، اینا یک اقتصادی برای ما ساختن که این اقتصاد اساس من به اسمش گذاشتم اقتصاد شپ مدرن ایران. این اقتصاد اولا مناسبات سرمایه‌دارانه داره، یعنی نابرابری توزیع ثروت توش وجود داره. ثانیا این اقتصاد بر اساس نوع عدم توازن ساختاری بنا شده بود، یعنی بخش مولدش بسیار ضعیف بود، تعمدن این کارو کرده بودن، یعنی در واقع طراحان استراتژیست استعمار و مجریانشون در داخل. این اقتصاد رعاورد رژیم پهلوی است. اینو من خطاب به شبکه من و تو، تمام ماورای ضد انقلاب و تمام مروجان پروژه تطهیر پهلوی میگم، صادقانه منصف باشید، بگید این اقتصاد شپ مدرن رو با این ساخت نامتوازن چه کسی ایجاد کرد؟ ایران آیا رعاورد رضا شاه نیست؟ آیا تداومش تو دوره محمد رضا شاه نیست؟ برید منصفانه نگاه کنید، این اقتصاد اونا ساختن، اقتصادی که از لحظه تولدش ساخت نامتوازن داشت، بخش مولدش ضعیف بود، بخش غیر مولدش که بخش مصرفی و تجاری و انگلیسی بسیار قوی بود. این اقتصاد رو عمدن تک محصولی برای ما درست کردن، عمدن استخراجی درستش کردن، مبتنی بر نفت. یعنی شما با یک فرآیند حداقلی، با یک نیروی کار مثلا 40-50 هزار نفری کل سرمایه اقتصاد رو قرار بود تولید کنی. اقتصاد مبتنی بر غارت منابع زیرزمینی، مبتنی بر خام فروشی. عمدن هم این کارو کرده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه ما نتونیم بنیه اقتصادی پیدا کنیم، توانمند بشیم، همیشه در مدارهای وابستگی حرکت کنیم. صنعت مونتاژ اصلا اگرم صنعتی بود این بود که صنعت مونتاژ اصلا شوخیه، صنعت نیست. یعنی در واقع در یک چنین فرآیندی یه اقتصاد رو استعمار غرب مدرن با موجیگری رژیم پهلوی برای ما طراحی کرد به نام اقتصاد شپ مدرن. شما نگاه کنید در تمام دوره پهلوی، به خصوص از زمانی که اقتصاد شپ مدرن در ایران نهادینه میشه، ما هم تورم داریم، هم بیکاری داریم، تمام این سیکلا هست. کسانی که اینا رو دارن انکار میکنن دروغ دارن میگن. بیاید برگردید به گذشته. من چند تا مثال با عزتون میزنم. گزارش های روزنامه های اطلاعات و کیهان سالهای 1347 تا 1357 رو ازشون برن بخونن، ببینن چقدر درباره تورم، درباره کمبود کالاهای اساسی، حتی تو سال 56 درباره قطع برق، درباره برن ببینن چه درباره صف گوشت تو همون سال 56-57، برن ببینن تورم 30% به گزارش هوشنگ نهاوندی، گزارش های دیگه تورم های 90% و 80%، اینا گزارش های خود دولت مردان رژیم پهلوی تو خاطراتشونه، گزارش های رسمی است که بعضا توی مطبوعات اومده. برن داستان ها، ادبیات داستانی اون زمان رو، نوشته های داستانی روشنفکرانی که این روشنفکران معاند جمهوری اسلامی هم هستن، بعضیشون معاند اسلام هم هستن، اگه بخواد اسمشون رو میگم، مثل داستانشون هم میگم، برید ببینید چه روایتی از وضع مردم در دوره پهلوی دارن ارائه میدن. تو همون دوره هم اینا نوشتن، بعضیشون هم سانسور میشد، بعضیشون هم بود. برید ببینید این بهشتی که دارن تصویر میکنن بهش وجود نداره. اقتصاد شپ مدرنی که استعمار ساخت از همون ابتدا بیکاری داشت، تورم داشت، سیکلای برون داشت. سوال است چرا این ریل گذاری اصلاح نشد؟ دقیقاً ببینید از بعد اینکه انقلاب شد، انقلاب ساخت سیاسی غربزدگی شپ مدرن در ایران رو متلاشی کرد، یعنی رژیم پهلوی رو. منتها نکته ای که هست اینه، اون ساخت اقتصادی و ساخت فرهنگی آسیب دید اما باقی موند. تمام مشکل ما اینجاست، اینکه ما امروز اسیر یک جریان پرفشار نیرومند جنگ نرمیم و با کمال تأسف مجریان سیاست گذاری های کلان فرهنگی ما بیش از آن که بخوان مقابله با جنگ نرم کنن، بستر سازی دارن براش میکنن. یعنی فرایند سیاست گذاری های وزارت ارشاد رو توی 30 سال اخیر، 35 سال اخیر وزارت علوم رو شما ببینید، بیش از آن که بخواد با جریان جنگ نرم مقابله کنه، بستر سازی کرده. خداگاه و ناخداگاهش رو من کاری ندارم، به نیت اشخاص کاری ندارم، برایند رو دارم میگم، خروجی رو دارم میگم. چون ببینید ماجرا اینجاست، حلقه مدیریتی که شک گرفت، حلقه ای که به شدت روشنفکر مآب بود، به شدت از نظر روحیه بوروکرات بود، از نظر رویکرد تکنوکرات بود، تو همون دهه 60 هم تو شکل گرفت. این حلقه یه مقداری پوشش داد، این ساخت اقتصادش به مدل رو تو دهه 60 نگه داشت، نذاش آسیب ببینه. از 68 به بعد اون جریان های سیاسی که میدونه دیگه، کارگزاران و بعدن بقیه، با که خودشون میگن ما لیبرالیم، من بهشون نمیگم، خودشون دارن میگن. و اگر شما سند مبانی نظری برنامه توسعه که ناگهان نوشتن رو ببینید، جلد اول اون برنامه توسعه اول، میبینید خودشون مدلای نئولیبرالی رو دارن ازش استفاده میکنن و بهش افتخار میکنن. اون حلقه متاسفانه ساخت اقتصاد ناکارآمد و در واقع بحران زدی شپ مدرن ایران رو
بر اساس یک نسخه سراپا غلط نولیبرالی بازسازی کرد و بعد اون تداوم اون روی کرد شد وضعیت امروز ما. ببینید اگر نسخه انقلابی می اومد و بر این ساخت اقتصادی حاکم می شد، این ساخت اقتصادی رو ما بر مبنای یک نسخه انقلابی از درون متحول می کردیم و بر مبنای یک نوع مدل اقتصاد بومی درونزا و عدالت محور بازسازی می کردیم، وضعیت امروز ما اینجوری نمی شد. نکته مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره راندخار متاسفانه متکبر بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش نسخه سراپا غلط قرض‌زده نولیبرالی رو هم داره اجرایی میکنه تو کشور، بعد آدرس غلط هم میده. جریان پرفشار رسانه‌ای اونها هم دائما داره میگه نه چون شما انقلابی هستید، چون از دیوار سفارت رفتید بالا، چون جلوی نظام جهانی وایسادید، واسطون اینه. من اجازه میخوام وقت طولانی شو، معذرت میخوام، این اجازه رو بدید من اینو بگم. من دو سه تا مثال میزنم اینجا. این آقایونی که میگن، من اسم یال نمیبرم، استراتژیستایی که همین چه تو ماهواره چه در داخل کشور دائم دارن میگن که اقتصاد ایران داره سوبسید میده بابت سیاستش و سیاست خارجیش و بابت مقاومت در مقابل نظام جهانی، به من این سوالای من جواب بدن. اگر وضعیت اقتصادی دشواری های اقتصادی ما نتیجه انقلابیگری ماست، خب من یه مثال میزنم، مصر رو مثال میزنم. مصر مردم ببینید از سال از انور سادات به بعد نه از دیوار سفارتی بالا رفت، کاملا سازش کرده، فراتر از سازش، نوکر نظام جهانیه. عذرخواهی میکنم از این تعبیر استفاده میکنم. رژیم هاش همش جز مرسی توی مقطع کودتا همشون کارگزار آمریکان، اساسی که اصلا رژیم کودتاییه. اولین کشوری تو منطقه که رژیم اشغالگر قدس به رسمیت شناخته، سفارت اونجا زده، سفارت اون رژیم اونجا بوده. به من بگید اگر به قول این آقایون به اصطلاح تعامل سازنده با دنیایی که این آقایون میگن که یعنی حلقه به غلام حلقه به گوش شدن نظام جهانی، اگر این کارایی داره و اقتصاد رو خوب میکنه، چرا تو مصر نکرده؟ چرا با تک هر شاخص اقتصادی شما نگاه کنید وضعیت مردم مصر بدتر از ماست، دشوارتره؟ چرا خط فرق بالای 50%ه؟ مصری که سرمایه آمریکایی توش هستن، حیات خلوت آمریکاست، شرکت‌های چند ملیتی هم توش میان، اصلا از فرماندهی ارتشش عملا با آمریکاست. چرا آب شور به مردم اسکندریه شده که دومین شهر بزرگشه نمیتونه تامین کنه؟ چرا تعداد بیکارانش از ما بیشتره، درصد تورمش بالاتره؟